<applause> الله الحمد لله الله سبحان الله،, الله سبحان الله الله حمد لله 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 کاری که به نام تو کردم ابتدا یا به فضل خیش رسانش به انتها بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم دستگلهای از سلوات بر نبی مهربانی ها و خاندان پاک و برگزیده ایشان و همچنین عرض سلام و درود و احترام و تبریک خدمت یکایی یک که شما مؤمنان آغاز میکنیم این قسمت از برنامه به وقت بیداری که از طریق شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم نگاه مهربان شما بزرگواران میشه. جادره در همین ابتدای برنامه ایام میانه ماه بسیار نورانی ربیع الاول رو تبریک عرض بکنم خدمت یکایی یک که شما بزرگواران ایام ولادت نورانی مولا و سرورمان حضرت محمد مصطفی و صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند برومندشان امام جعفر صادق علیه السلام و سلام خدمت یکایی یک که شما مؤمنان شما رهپویان راه ولایت اهل بیت علیه سلام افتخار دارم میزبان شما ایزان باشم در بعدگاه دیگر در شب چهارشنبه و افتخار داریم که در شب های چهارشنبه در خدمت استاد کارشناس معارف اسلامی جناب آج رزوی باشیم استاد رزوی عزیز سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله من خدمت شما سلام عرض میکنم انشاءالله که سلامت باشید استاد بسیار افتخار بزرگی است در این شبهای نورانی شبهایی که هر لحظه نزدیک میشیم به شب میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و وسلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم و بسیار حال من خوب است انشاالله که امشب هم مانند هایی گذشته که در خدمت شما بودیم نهایت استفاده را از بیانات ساده و روان و دقیق شما ببریم در خدمت شما هستیم اول پرسی دارین با بینندگان داشته باشین الله. عرض با سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا ربنا لا تجلنا من المعترین بنده هم ایام فرخنده ربیع المولود را محضر شما و همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم استاد عزیز افتخار دارم امشب هم بنده میزبان شما باشم عنوان برنامه به وقت بیداری هست و انشالله به این برنامه همچنان با اون مباحث گذشته در بحث مصادیق معروف و منکر انشالله از محضر شما استفاده خواهیم برد و موضوعی که برای این جلسه انتخاب شده که حالا ببینیم که آیا تمام شوه یا نشده در شب سرزنش کردن است استاد سرزنش کردن به چی معناست آیا ما سرزنش مثبتم هم داریم منفی در خلیش ماست برای اینکه ارتباط برنامه سرزنش را با موضوع بحث ما یعنی امر به معروف و نحی از منکر مشخص و روشن, روشن کنیم اما طور که شما گفتیم ما شما گفتید ما میتونیم سرزنش را به دو قسم تقسیم کنیم یکی سرزنشی مصبته. سرزنش مثبته؟ سرزنش مثبت یعنی در برابر کارهایی که کسی ترک کرده منکر را ترک کرده یا معروف را انجام نداده و فعلا مصر به ترک معروف یا انجام منکر هست ما کسی را میایم سرزنش میکنیم حالا با مفهوم خاصی که خود سرزنش داره اینه ما میگیم سرزنش مثبت برای اینکه اثبات یک حقیقت از حقایق دینی را در مورد کسی که مرتکب ترک معروف یا ارتکاب منکر شده انجام بدیم. این یک قسم از سرزنشه لذا این موضوع ما کاملا مرتبط میشه با بحث امر به معروف و نهی از منکر از طرف دیگر سرزنش ها بعضیش منفیه یعنی ایجاد یک انگیزه بسیار بسیار بد را از نظر دینی و روحی روانی در افراد میکنه ما کس را به خودی و بدون جهت مهم سرزنش میکنیم خب اینجا یک عمل بسیار بدی را مرتکب شدیم در زمینی که خب از منظر دینی اونطور که انشالله بررسی میکنیم عمل خلاف خواسته های دین مقدس اسلام هست خب طرف را ما آمدیم اون هویتش را زیر سوال بردیم شخصیتش را خورد کردیم ازا این میشه از مصادیق بسیار بسیار بارز منکر و به این ترتیب ما میتونیم مسئله سرزنش را داخل کنیم در مسئله امر به معروف و نهی از منکر یعنی هم سرزنش مثبت داریم هم سرزنش منفی داریم سرزنش مثبت خودش باب از بابهای معروف و انجام ترک منکر و سرزنش منفی سرکف زدن دیگر را تحقیر کردن دیگر را و در حقیقت زیر سوال بردن شخصیت یک تعداد انسان هایی که ما بدون هیچ گونه بینشی بدون هیچ گونه تفکری بدون هیچ گونه انگیزه ای خود ما دل بخواهی دیگران را آماده سرزنشش کردیم و ای در جزو سرزنش های منکر قرار میگیره بسیار تشکر استاد محترم اگر ما بخواهیم که سرزنش معنا کنیم و مفهومش را در واقع از لحاظ کلامی را بررسی کنیم چه رقم میشه سرزنش چی هست اصلا سرزنش یک مفهوم بسیار گسترده و عامه یعنی ما مصادیق بسیار زیاد را هم در بین فارسی زبان ها هم در بین مرادف های عربی کلمه سرزنش در لسان عرب و زبان عرب داریم خب در فارسی یک اسم مصدر مرکب به معنای بدگویی کردن سرکفت کردن کسی تحقیر کردن کسی حالا یا در برابر یک لغزش یا در برابر یک لغزش نیست عیب جویی کردن دیگرا بدون جهت و نسبت دادن یک عیب به یک کسی حالا یا با جهت یا بدون جهت این میشه خودش از مصادیق سرزنش کردن در فارسی تحقیر کردن هم میشه تحقیر کردن هم میشه بله مونتا خب همونطور که گفتیم یک مفهوم گسترده برای سرزنش وجود داره که مصادیق بسیار عام را شامل بشه همانطوری که ما در زبان عربی وقتی مرادف کلمه سرزنش را در نظر میگیریم خب تعبیرات مختلفی شده یکیش ان و مثلا تعییر مثلا مزمت انب ملامت و امثال اینها بالاخره و چون مفهوم مفهوم گسترده هست مصادیقش بسیار فراوانه به خاطر این مطلب که ما میتونیم بگیم سرزنش در فارسی مرادف کلمه های بسیار یا در عربی همانطور که خودش مصادیق زیاد در فارسی داره که همه اینها تحت یک عنوان جمع شد به عنوان مسئله سرزنش استاد رزوی بزرگوار وقتی که بنده کلمه سرزنیش میشنوم بیشتر مباحث اخلاقی مباحث تربیتی به ذهن میاد که مثلا مادری یک پدر مادر فرزندش به خاطر یک کدام کمکاری کدام عیبی سرزنش میکنند یا مثلا یک دوستی دوست دیگرش سرزنش میکنه یا مثلا یک کارفرمای زیر مثلا سرزنش میکنه آیا چیز دیگری قیرزی هم هست یک نکته که اینجا لازم ما دقت کنیم در فارسی در حقیقت آمدن دو تا باب رو دو تا عنوان رو باز کردن برای معرفی کردن مفهوم سرزنش یکش سرکوف زدن بدون جهت کسی رو شما یک سخن میگی که ناراحت کننده برای او طرف شما یعنی جهتی در کار نبوده فقط خواسته دل شما بوده این یک مفهوم در معنای سرزنش مفهوم و معنای دیگری که برای این در نظر گرفتن گفتن لغزش ها را در نظر گرفتن و نسبت به او کسی را سخن گفتن این میشه سرزنش ولی اون چی که در اطلاقات عدل ما داریم آیات و روایت که انشالله تعداد را خدمت شما و بینندگان عزیز خواهیم کرد اینها یک اطلاق عام داره یعنی کلمه،, کلمه سرزنش را استعمال کرده در عربی هم در مواردی که اونجا عیب جویی بوده و طرف رو شما خواستید به یک جهتی سرزنش کنید اینجا رو شامل میشه هم موارد را که بدون خاص مذهبی و دینی و انگیزه انسانی شما کسی را تعییرش میکنید عیب برایش درست میکنید اینجا رو هم شامل میشه لذا به خاطر این اطلاقات ما میتونیم بگیم که تقسیم کردن سرزنش به دو قسمت یکی بدون جهت و یکی در برابر عیبجویی و لغزش ها درست نیست بلکه میگیم مفهوم سرزنش همونطور که اشاره کردیم یک مفهوم عام و گسترده است که همه این موارد رو میتونه شامل شود و به خاطر این جهت خاطر این ما میتونیم سرزنش را از ابعاد مختلف هم از دیدگاه فقهی حرمت و وجوب و کراهت و استحبابش رو در نظر بگیریم هم میتونیم از بعد اخلاقی به این مطلب بشاره کنیم یک عمل خواسته مشروع دینی یا ناخواسته مشروع دینی قلم داد میشه از این جهت ما میتونیم این داخل در ابعاد مسائل اخلاقی قرار بدیم همانطوری که خب اصل صحبت کردن در فلسفه سرزنش اینم میبره به باب حکمت لذا از ابعاد مختلف ما میتونیم اینو بررسی کنیم ولی ما در اینجا در محضر شما لگان عزیز در صدد این مطلبیم که انشاءالله یک جامعه از مسائل اخلاقی و حکم فقهی از نظر آیات و روایات را رو خدمت شما عرض کنیم و در عباد تخصصی مسئله خیلی وارد نشیم بسیار تشکر استاد از شما اجازه میخوایم پول ارتباطی رو در این لحظه اعلام بکنیم فهم. و انشالا در خدمت شما خواهیم بود 964-780-255-413 پول ارتباطی شما با برنامه خودتان به وقت بیدار است از این طریق میتونین با ما در ارتباط باشین و حتما حتما برنامه خودتان مورد تفقد قرار بدین با پیام هایی که برای ما روان میکنین این پیام ها میتونه کلیپ های تصویری باشه میتونه وایس باشه میتونه متن هایی باشه و دنویشت هایی باشه که شما بزرگواران و برنامه خودتان روان میکنین و مسئولین این برنامه و مسئولین این شبکه این تک تک این پیام ها را رسد میکنن دقیق بررسی میشه و انشالله نتیجه شما در این برنامه با کیفیت بالاتر انشالله خواهید دید بزرگواری با نمبر مثبت 93 74 شماره آخر 3931 از کشور عزیز افغانستان کلیپ برای ما روان کردن که انشاءالله در فرصت مختزی این کلیپ پخش خواهد شد بسیار تشکر میکنیم از این بزرگوار همچنین بزرگوار دیگری از کشوری جمهوری اسلامی ایران مصبت 98 939 چار آخر 3766 66 تقریبا از آه... کسانی هستند که هر روزه با ما خودشان در ارتباط هستند پیام های بسیار خوب و سازنده ای ارسال میکنند خدا خیرشون بتن انشاءالله ما همچنان از این درخواست میکنیم که برای برنامه خودشان پیام بفرستن و در ارتباط باشن از شما عزیزانی که هر جای دنیا زندگی میکنین این برنامه رو میبینین در کشور خودمان هستین در کشورهای مجاور هستین از محلی که زندگی میکنین از هایی که وجود داره از مکانهایی که دوست دارین به اشتراک بگذارین تصاویرش صوت خودتان به هر طریقی در برنامه خودشان خودتان اشتراک داشته باشین خدا خیرتان بده هر جا که هستین ان خداوند یارو باشه در خدمت جناب استاد رزوی هستیم همچنان با مبحث سرزنش از مصادیق معروف و منکر در خدمت شما هستیم سن. بله نکته ای که میخواستم در اینجا محضر بینندگان عزیز ارز کنم مسئله متضاد سرزنشه که یک بحث برگشت داره به مفهوم کلمه سرزنش و اون اینه که دین اسلام ما را از سرزنش کردن دیگران سرکوف زدن دیگران بدون جهت منع کرده و نه تنها از این منع کرده بلکه ما را سفارش کرده به اون چیزی که از نظر مفهومی متضاد با مسئله تسرزنشه و اون تمجید کردن تمجید تمجید کردن و به تعظیمیات کردن دیگران و دوستان و یاران ما عزیزان ما کسانی که در جامعه با اونها ارتباط داریم برای که ما تضاد بین سرزنش و تمجید را کاملا حس کنیم اشاره میکنم به یک حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام و که حضرت فرمودند پدر گرامیشان حضرت امام محمد باقر علیه السلام و سلام ما را زیاد سفارش میکردن به بزرگ کردن دیگرا و با عظمت ساختن دیگرا و وقار دادن دیگرا و شخصیت دادن به دیگرا حضرت در حدیث می فرماید عظم اصحابکم و وقروهم نه تنها دین اسلام با این دیدگاه از سرزنش کردن و سرکف زدن دیگران معنی کرده بلکه میگه شما نقطه مخالف سرزنش را همیشه در زندگی خودتان به عنوان یک ملکه اینا پیادهش کنید حضرت مفرماید پدر گرامی هم حضرت امام صادق علیه السلام مفرماید پدر گرامی هم حضرت امام محمد باقر به با یاران خودش سفارش مکرد که عزم و اصحابکم یارانتان را دوستانتان را اونایی را که با اونها مراودت دارید بزرگ بشمارید با عظمتش کنید شخصیت رو برایش و وقروهم اینها را وقارش را بالا ببرید احترامش کنید کلمه وقروهم یک جمله بسیار زیبای نسبت به برخورد ما با دیگران نه تنها دین ما میگه که شما دیگران را سرزنش نکنید بلکه میگه دیگرا رو با وقارش بزنید شخصیتش رو خورد نکنید و این خیلی کاربرد داره در مواردی که ما با اطرافیان ما برخورد میکنیم در واقع بل... همون بازخورد ما خودمان خواهیم داشت خواهیم داشت ولی بله. اون یک حالا اشاره میکنیم ان اما مسئله سفارش حضرت امام محمد باقر ای بود که شما وقتی با دیگرا در ارتباط میشی اونا را شخصیت بده ولایت جه هم بعض کن بعضا حضرت می با دیگرا رو ترش نداشته باشید بعضی ها رو می بینید اصلا وقتی برخورد میکنیم وقتی طرفش نگاه میکنیم یک چهره ابوسن قمتری را در ذهن ما مجسم نشد ترس میخوریم ازش در حالی که دین مبارک اسلام در این حدیثی که حضرت می فرماید، ما را سفارش کرده که آقا شما شخصیت دیگرها رو بالا ببرید وقار دیگران را شخصیتش را حفظ کنید اینها را مورد احترام قرار بدید و هیچ گونه برخوردی که باعث روتورش کردن با دیگران باشه در برابر دوستان و یاران خود انجام ندید. لذا از اینجا ما ارزش سرزنش کردن را از نظر دینی پیمه بریم ارزش به این معنا که دین آمده یک هویت بسیار, بسیار بسیار با فضیلت در مورد سرزنش استفاده کردن میگه اگر در مورد خودش بود مثبت بود میشه داخل در امر به معروف و نهی از منکر حتما اینا انجام بتید اما اگر بی جهت بود نباید شما دیگران رو سرزنش کنید نباید دیگر رو سرکفت بزنید خوبی جمله رو ما اگر کاربردیش کنیم مصادیقش را در مورد خانه و خانداری و خانواده خیلی مشاهده میکنیم متاسفانه در اکثر جوامع ما اینطوری باب شده که وقتی مرد داخل خانه میشه نسبت به اولادای خودش نسبت به خانم خودش با یک حالت بسیار بسیار بد برخورد میکنه تا وارد میشه سرکفت میزنه بسیار سنگین و سخت بسیار سنگ... سنگین و سرسخت داخل خانه میشه وقتی مرد داخل خانه میشه گویا یک حیوان درنده نوز داخل خانه شده خب این دیگه بالاخره از, از نظر دینی از منظر دینی بسیار بسیار بده و بسیار بسیار دین ما این حالت را نفیش کرده گفته ایتوری نباشید شما چرا با اطرافیان خودتان عزیزانتان با همسرتان با بچه هایتان با اولادایتان با سرکفت و سرزنش برخورد میکنید خب بقیه باید بتونیم مرد خانه است پدر خانه است بزرگ خانه است مردانگی که به خشونت نیست مردانگی که به غضب نیست مردانگی که به درنده خویی نیست مردانگی به مهربانی به انسانیت به روش پاکیزه و باصفا در میان خانه هی. وقتی مرد داخل خانه مشه خانمش و اولادش احساس کنه که یک غنچه گل از بستان معرفت داخل خانه, خانه ما شده و خانه ما را تراوت داده این مردانگیه برای یک انسان شریف برای یک انسان والا در حالی که ما میبینیم متاسفانه اکثر مردای مکتوری شده البته تنها این متعلق به مردها نیست در داخل خانه بعضی خانم های ما هم همینطوریه مرد که وارد میشه فورا شروع میکنه به سرکوف زدن آقا کجا بودی نوع سرزنش کردن هده که خب شاید مرد مرد بند خدا کاری داشته برنامه ای داشته با اجتماع سر و کار داره با در آوردن معیشت یک خانه و ارتزاق یک خانواده سر و کار داره باید زحمت بکشه بالاخره توان خودش رو صرف کنه برای اینکه خانه رو حفظ کنه خانواده رو حفظ کنه خب چرا فلان چیز نیاوردی؟ خب حالا نیورده باز میره میره شاید فراموش کرده بند خدا جنگ حساب داشته در بیرون از خانه خب با کارفرما سردوچار بوده با اجتماع سردوچار بوده بالاخره همه نسبت به اولادها هم است مرد یا اولادها چرا با همدیگر با سرکفت زدن زندگی کنن خانه را تلخ کنه خانواده را تلخ کنه الان ما میبینیم در حقیقت در خانواده های ما متاسفانه بچه سالاری شده با این که بچه ها ای درک را شاید صحیح ندارن که سرکف زدن، سرزنش کردن پدر یا مادر ایجاد روب و وحشت در خانه ها. چرا ما از این کار احتراز نکنم و دوری نکنم اما ما متاسفانه میبینیم حالا در اثر بمبالاتی های اخلاقی در داخل خانه یا به مدیریت های بزرگان خانه یا حالا جو اجتماعی هرچی هست بالاخره ای فضا را الان داخل خانواده ها ایجاد کرده که بچه ها و پدرها حتی سرکفت میزن خب چرا هم چیکار کار رو بکنیم؟ بچه سالاری شده این بچه سالاری حالا یا با جهت یا بدون جهت یا خوبه یا بده کار به اونش نداریم اما یک جو متشنج در خانه ایجاد میکنه خب مرد بنده خدا یا مادر بند خدا اصلا میترسه از این حالت لذا ببینید عزیزان ما، بینندگان محترم ما مسئله سرکف زدن داخل خانه را کاملا از خانه های ما دور بندازیم ما به افراد خانه، به اعضای خانه، زن به مرد، مرد به زن، اولاد به پدر، پدر به اولاد ملاتفت داشته باشیم اینا را شخصیتش را تکمیل کنیم از تحقیرهای روان افزا دوری کنیم تا بتونیم یک خانواده خوب داشته باشیم و همینطور در اجتماع ما در اجتماعات ما الان شما میبینید شما برخورد میکنید با قصاب با بقال با کسان دیگه که مراوده دارید ببینید با یک چهره خیلی بد با یک برخورد خیلی زشت با شما برخورد میکنند اگه صبح زود باشه آدم تا شب با پنده. کسالت به سر میبره برای اینکه خب لخره هم یک لحظه زندگی آدم وقت تلخ میشه تا این تبدیل به شیرین میشه خیلی بالاخره کار لازم داره چرا ما اینطوری زندگی کنیم لذا ما میبینیم دین مبارک اسلام راجع به مسئله سرزنش بسیار بسیار اهمیت قائل شده اگر ما در آیات ما در روایات ما در مباحث اخلاقی ما حتی در حکمت ما فلسفه و امثال این ها وارد شویم مسئله سرزنش را از عباد خاص خودش ما میتونیم مسادقش رو پیدا کنیم و موشکافانه در مورد اینها افراد سالم افراد جامعه را بالاخره خانواده ها را آگاه کنیم و آگاهی بتونیم که خب ما مقدار انشالله امشب در خدمت شما هستیم خدا خیرتون بده اجازه میخوایم که خودم ما شاگید شما عنوان بکنم من ما... میزبان ما با مستقیم من شاگرد شما هستم شما بزرگوارید شما, بزرگوارید. شما بزرگوارید. او صحیح. او صحیح خودم شما بالاخره ما در شبها, شبها شبهای بسیار نورانی ولادت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست شما هم از امام جعفر صادق علیه و, صلی اللہ علی و سلم که از پدر بزرگوارشان حدیث حدیث فرمودند برای ما بالاخره فرمایشی داشتین و هم این مباحث اخلاقی که بالاخره خدا انشاءالله به سلامت بداره جناب استاد سجادی رو که ما در آخر شبهای سفر در خدمتشان بودیم ایشان از بحث اصوه بودن حضرت پیامبر بسیار فرموشات درخشانی داشتن و بحث اخلاقی حضرت با و خردسالان در کوچه و خیابان در بازار انشاءالله ما میخوایم در بخش دوم که انشاءالله بعد از چند دقیقه دیگه ما شروع در خدمتش بخواییم بود از شما بشنویم از اخلاق پیامبر از اخلاق اهمه که اینها چه رقم همین تکمیل شخصیتی که فرمودین در اجتماع و در خانواده ایره چه اجرا میکردن در خدمت شما خواهیم یک چند دقیقه یا شما به صورت رسانه دور خواهیم شد و دوباره به محضر شما برخواهیم گشت با به وقت بیداری اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائك في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين امين امن مؤمن آنقدر دنیا خطابت کرد خدا طاقت نیاورد و سرانجام انتخابت کرد برای هر سری از روشنایت سایبان میخواست که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد حجاز وحشی زیبا و ندیده دل به حسنت باخت که بتها را و شکست و قبله دلها حسابت کرد خدا از چشم زخم مردمان ترسید پس یک شب تو را تا آسمانها برد و مثل ماه قابت کرد تو را از آسمان بارید مثل عشق بر دنیا زمین را تشنه دید و در دل هر قطر آبت کرد دوای درد دین و درد دنیا و درد بی دردی حضورت دردهای مرگ را حتی تبابت کرد تو را از دورها هم می شود آموخت ای خورشید زمینگیرانه حتی با تو احساس قرابت کرد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج خود که جور باشین انشالله که هر جا که هستید در این لحظات نورانی در بهترین حالات خودتان باشین و در این لحظات نورانی در, در این حال خوش خودتان ما را هم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید در خدمت شما بزرگواران هستیم در بخش دوم به وقت بیداری در چهارشنبه شب دیگر و همچنان در محضر استاد محترم کارشناس معارف اسلامی حاج آقای رزوی بحث ما بحث سرزنش کردن است ما پیشنهاد میتونم به همه شما بزرگواران که از هر جای دنیا به هر لحظه ای حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برنامه خودتان دریافت میکنید با برنامه در ارتباط باشین و مباحث اخلاقی که استاد میفرماین که بسیار هم بحث جذابی شده به نظر بنده حتما با ما مشارکت کنید نظرات خودتان ارسال کنید ما بتانیم در برنامه بالاخره نظرات شما را با شماره خودتان بخانیم در خدمت شما هستیم استاد مجددا سلام نریک سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما مجددا تبریک عرض میکنیم استاد سلامت های بسیار نوری است ما در بخش اول در پایان از شما خواستم که یک کمی برای ما از آنچه که وقتی برنامه اجازه میده از اخلاق حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی سلم در که بحثی که بالاخره مرتبط باشه با بحث سرزنش کردن ان استفاده در خدمت شما بله حضرت پیغمبر همونطوری که در تمام جهات زندگی خودش حقیقتا الگو بوده نه تنها برای مسلمان ها بلکه حتی برای غیر مسلمان ها چی صفا داره که ما از اخلاق پیغمبر و از روش منش و کنش پیغمبر در زندگی خود ما الگو سازی کنیم و یکی از الگوهایی که حقیقتا حضرت ایشون صلی الله علیه و آله و سلم برای ما به یادگار گذاشته و ما را تنها به یادگار نگذاشته سفارش به انجام اون کرده دوری کردن از سرزنش های نامناسبه و خود ایشان عملا این کار را انجام میداد انس ابن مالک یکی از روات معتبر اهل سنته میگه من بچه ده ساله بودم و در محضر پیغمبر عظیم و شعن اسلام ده سال خدمتگذاری میکردم خب بچه روشش مشخصه بالاخره بچه ده ساله خالی از اشتباه نیست خالی از برخوردهای عاطفی و احساسی نیست میگه در طول این ده سالی که در محضر پیغمبر بودم یک دفعه پیغمبر مرا سرزنش نکرد و به من اوف نگفت که چرا این کار را نکردی یا این کار را میکنی ببینید این نمونه بارز از رفتار اخلاقی پیغمبر در مورد سرزنش کردن که خود ایشان در زندگی خودش هیچ وقت کسی را مورد سرکفت و سرزنش قرار نمیداد اگر ما میخواهیم حقیقتا زندگی پیغمبر برای ما الگو باشه باید دستور پیغمبر را در مورد سرکفت نزدن دیگرا در خانه و خانواده با مراوده افراد حفظ کنیم وقتی داخل اجتماع وارد میشیم به خودی هی اینو اونو اونو بالاخره کاسه و بقال رو تشر نزنیم و همچین اونها ای اخلاق زیبا رو داشته باشند که با مشتری های خودش با مراجعین خودش با برخورد عظمت گونه مراوده داشته باشه لذا ما میبینیم پیغمبر نه تنها خودش سرکوف نمیزد دیگرها را بلکه دیگرها را سفارش میکرد به این کار ما اگر بخوایم این قضیه را مرور کنیم در زندگی پیغمبر الا ماشاءالله حدیث تاریخ و روایت هلو. وجود داره ابن عبیل حدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خودش یک داستان زیبایی را که حالا منابع دیگر هم این ذکر کرده و به طرق مختلف هم از ابوذر ذکر شده بیان کرده در اصل متنش هست که تشاجر ابوذر و بلال مشاجره لفظی یا درگیری لفظی البته در بعضی تعبیرات هست که اینا چون با همدیگه خیلی مزاح و شوخی داشتن با همدیگه شوخیگونه یک گفتگوی لفظی کردند بعد فغیر ابوذر بلالن فغیر ابوذر بلالن میگه آقای ابوذر یک مقدار سرزنش کرد بلال رو حالا تعبیرش این بود که خب بالاخره تو با این قوار سیای خود طلب تعبیر مایه بالاخره اصحاب پیغمبر بوده با عظمت بوده بالاخره کسی بوده که پیغمبر اون دوستش داشته اما اینو سرزنش کرد با ای گفتار خودش بعد بلالم خب ناراحت شد آمد خدمت پیغمبر دید گیریه میکنه پیغمبر یعنی پیغمبر دید بلال گریه میکنه بعد وقتی آمد شکایت خودش رو برد ابوذر پیغمبر خواست حالا نگاه کنید این نکته که حقیقتا یک نکته بسیار اخلاقی زیباست پیغمبر ابوزر را به خاطر شکایت بلال خواست گفت که یا ابوذر ما علم تو انه قد بقی فی قلب که شیء من کبر الجاهلیه خیلی حدیث قسمتش زیبایه میفرماید که من نفهمیدم که دلت یک مقدار غرور باقیه اونم نه غرور اسلامی غرور از زمان جاهلیت جلدیست. و این ای نکته را مرسانه که سرزنش ها بیشتر ناشی میشه از اون جهالتی که در درون انسان حالا به علل مختلف که انشاءالله بعد شوره مکنه منشأ سرزنش کردن رو به وجود میه پیغمبر فرمود که ابوذر چرا بلال را سرزنش میکنی؟ آیا نمیفهمی که این ناشی از یک کبر زمان جاهلیته؟ بعد ببینید این اصحاب با چه روشی می برخورد میکنه در قبال این قضیه وقتی آدم از دست یک انسانی که او شخصیتش کامله و حقیقتاً الگو قرار میگیره برای تعداد دیگری وقتی پند میگیره و موعظه میگیره و زیر دست یک انسان کامل آدم بزرگ میشه ببینید چطوریه اینجا فورا ابوذر بسیار بسیار اظهار ناراحتی کرد میگه سرش رو گذاشت در زمین و پشت خوابید سرش رو تکیه داد روی زمین گفت تا زمانی که بلال آمده پای خود روی سر من نگذاره ما از اینجا بلند نمشون. بلال آمد همین کار را کرد ببینید پیغمبر چطور الگو سازی میکنه با یک جمله گفت که ابو زر آیا در قلبت اون کبر زمان جاهلیت اون غرور زمان جاهلیت را که سرزنش کردن باشه و تعییر کردن بلال باشه بازم از بزبین نبردی در این ای کبر وجود داره وقتی پیغمبر این کلمه را گفت فورا عوازر خودش را انداخت روی زمین گفت من از زمین بلند نمشم تا ای که بلال بیای ای پای خود روی سر ما این ساختن انسان است وقتی ما میگیم از پیغمبر الگو بگیریم به این معنایه که زیر دست یک انسان والا اخلاق یک انسان والا روش یک انسان والا را که حقیقتا از لحاظ روانی از لحاظ دینی از لحاظ شرعی از نظر اخلاقی متعالی بوده پیروی کنیم تا او بشه الگوی ما و ما مطابقت کنیم از او و به این روش خود ما را به سعادت برسانیم اینا که میگن پیغمبر الگوی اصوه حسنه اگر ما این اصوه حسنه رو پیروی کنیم حقیقتا اخلاق ما در خانواده ما خوب میشه در برخورت های اجتماعی ما خوب میشه بالاخره اون لحاظ روانی که در وجود انسان هست کشته میشه اون کبر جاهلیت غرور جاهلیت تکبر عجب و صفات زشتی دیگری که در وجود انسان به توسط اون نفس اماره انسان حقیقتا مثل یک مار برمیخیزه اینا کشته میشه و ای بسیار زیبایی که انسان بیای از اخلاق یک انسان والا و متعالی که با منبع وحی سرکار داره و مثل پیغمبر عظیم و شعن اسلام است از این بیاموزه و الگو بگیره و ای رو در خانه و خانواده خودش عملی کنه استاد با میگیم پیغمبر اسلام ولی ایشان رحمت للعالمین هستن برای همه جهانیان و الحمدلله رب العالمین که ما متدین هستیم به دین مبین اسلام و مستقیمن از ایشان به عنوان الگو الله درس خواهیم گرفت و لحظه لحظه نیز نیز به سمتی خواهد رفت که پیامبر شالله دوست خواهند داشت استاد در مبحثی که فرمودید از مشاجره ای که حالا بین بلال و ابوذر اتفاق افتاد و حضرت جمله بسیار کلیدی فرمودن همون کبر علل همین سرزنش چی هست استاد کبر هست یا چیز هست حالا ما با الالش انشالله اشاره هم کنیم چون یک مقدار بحثش را میخوایم یک کمی با تفصیل وارد شویم برای که بالاخره یک کمی برای بینندگان عزیز ملموستر شوه انشالله بعد اشاره هم کنیم ولی یک حدیث دیگر من خدمت شما و بینندگان عزیز از پیغمبر عزیز و اسلام عرض میکنم چون ایام ایام زمین ساز گفتگو از زمان پیغمبر از زبان پیغمبر و از کلمات پیغمبر برای خودسازی و عمل کردن ما و این برنامه ها هم در حقیقت برای همینه که ما پیغمبر را برای خود ما الگوی رفتاری و عملی قرار بدیم حضرت می خب شما چرا دیگران را سرزنش میکنید از اگر دقت کنید مقدار از ابعاد سوال شما هم روشن بشه که ما چرا دیگر را سرزنش میکنیم گرچه ما انشاءالله بعد همونطوری گفتیم ذکر میکنیم حضرت میفرماید شما اگر کسی را کسی را که امرایش برخورد دارید دیدید خطا و اشتباه میکنه حتی دوچار گناه شده اون حدود شرعی رو در مورد او لحاظ کنید چرا میدی رو سرزنش میکنید و سرکفت میزنید در حدیث هست که حضرت فرمودن اذا زنت خادم و احلکم فلیجلدها ولا یعیرها اگر کنیز شما خب کنیز در زمان ابتدای اسلام از زمان جاهلی یعنی یک چیز به ارزش بوده داخل خانه مثل مزدور مثل, مثل کارگر مثل یک انسان سرکفت خورده بوده میگه که اگر کنیز شما عمل زشت فاحشگری را انجام داد خب چرا ای را سرزنشش میکنید بیاید حد شرعی را در, حدش در حقش جاری کنید اما سرزنش نکنید ای اشاره به یک نکته بسیار بزرگ داره ما حق نداریم حتی در مورد کسانی که اینها مرتکب اعمال ناشایست و خلاف شعر شده مثل عمل فایشگری و امثال اینها اینها رو ما بیایم سیلی بزنیم بیایم سرکفت بزنیم بیایم در حقیقت تحقیرش کنیم لذا ما الان در زندانهای غرب یا امثال اینها داریم با افرادی که اینها مجرم هستند برخورد های ناشایست میشه در کل زندان ها تقریبا این تیتان ها باشه هم نیست همین شرقی های خود با همین کار رو میکنند کسی اگر زندانی باشه یا کسی اینا بین پرانتز بگم یا کسی از یک کشور نباشه وارد یک کشوری دیگه شه با برخورد های بسیار سرزنش گونه با او برخورد میکنند در حالی که ما همچه حقی نداریم این کار رو بکنیم با افرادی دیگه اگر این مرتکب خلاف قانون شده قانون شکن بوده مرتکب اعمال منافی افت شده منافقه بالاخره منافی افت انجام داده اگر حدود شرعی رو رعایت نکرده خب بیاید دل محاکمهش کنید محاکمه شرعیش کنید چرا سرکفت بزنیم به عنوان ملیت های خاص به عنوان انسانهای خاص به عنوان افراد دارای هویت های کذایی ما حق نداریم هیچ کشوری هیچ قانونی هیچ دستوری هیچ حکومتی حق سرکفت زدن و تغییر کردن انسانهای دیگر را نداره اگر کسی مرتکب عمل خلاف میشه بر اساس قانون باید مجازات شود و این یک دستور دینی است در هر جا بریم لازمه ای کار لازمه دستور پیغمبر لازمه عمل کردن به فرمایش پیغمبر اینه که ما کسی را حق سرکوف زدن نداریم لذا پیغمبر از این قضیه کاملا منع کرده همونطوری که آیات قرآن آمده این قضیه را ممنوع قرار داده در مورد عیب جویی در سوره همزه داریم ویل لکل همزه تلومزه وای بر اون کسانی که اینها عیبجویی زبانی میکنند یا عملی میکنند و دیگرها را به خاطر یک عیبی سرزنش و سرکفت میزنند خب ما میبینیم آیات مختلف راجع به قضیه اشاره داره به سرزنش نکردن نباید دیگرها را سرزنش کنیم لا تلومو و انفسکم در آیه مبارکه هست لا تلمزو انفسکم شما حق ندارید دیگران را که در حقیقت پاره از اجتماع شماست یا برادر از برادر دینی شماست یا در انسانیت با شما حتی شریکه چون به منزله نفس شماست ایره سرکفتش بزنید ویل لکل همزت لومزه در مورد شریق ابن اخنس یا ولید ابن مغیره یا خدمتتون ارز کنم قاسب وائل و امثال اینها وارد شد که اینها پیغمبر را سرزنش میکردن داستان سرزنش ولید را بارهای بارها دوستان عزیز ما خوب خدمت چندین فقره را ارز کردیم در آیات روایت تاریخ خیلی زیاد است پیغمبر را سرکف مزد یا امیت ابن خلف یا قاسب وائل یا شرق ابن اخنس اینا کسانی بود که در حقیقت سردمداران کفار و مشرکین در زمان پیغمبر بود پیغمبر رو سرزنش میکرد گاهی خطاب میکرد به ساهر بودن نمیدونم مجنون بودن و صفات دیگری که پیغمبر عاری از این صفات بود اینها میامدن پیغمبر رو با ایشه و سرکفت میزدن آیا قرآن نازل شد لا تلومو انفسکم لا تلمزو انفسکم ویل لکل همزت لمزه وای بر اون کسانی که عیب جویی میکنند و با این عیب جویی ای عیوب دیگران را برجسته میکنه بعد این یک چماق میسازه و به سر انسان های دیگه میکوبه وای بر اینها حالا ما انشاءالله راجع به کلمه وایل ویل بعد اشاره میکنیم که بالاخره ویل چی هست و او، کیفیت بحثش انشاءالله بعد ذکر میکنیم ولی در اینجا منظور ما اینه که ما از این بیان که عرض کردیم خدمت شما بینندگان عزیز به یک نتیجه مطلوب میرسیم و اون اینه که اگر ما به اطلاقات آیات الهی قرآن کریم مراجعه کنیم روایات مختلف را از پیغمبر از طریق اهل سنت و تشیع و سایر فرق اسلامی بررسی کنیم روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم صلوات الله و سلوات المسلین آمده از حضرت امام باقر از حضرت امام صادق و همینطور سایر ائمه علیهم السلام و ما رسیده یکایک اینها ما را وام دارد بر اینکه سرکوف زدن دیگران و سرزنش کردن دیگران اگر اگر داخل در شرایط امر به معروف و نهی از منکر باشه از اشد معاقبات الهی و محرمات دینی و نباید هیچ شخص مسلمان اگر حقیقتا پیرو پیغمبر و, و ائمه هست دیگرها را بدون جهت و بدون هدف سرکفت بزنه و تحقیرش کنه و تعییرش کنه و ملامتش کنه استاد ولی برعکس ما خیلی وقتا متاسفانه عادت کردیم به سرزنش کردن یا سرزنش شنیدن حتی ما بالاخره در جامعه،, جامعه مختلف که زندگی میکنیم حالا جامعه خانواده جامعه کار جامعه بیرون از خانواده بسیار جاها شده که ما کسانی را سرزنش میکنیم بسیار شده که کسانی دیگه ما را سرزنش میکنن و احساس میکنیم که یک روال عادی است و در واقع هیچ گونه عقابی هم نداره و ما میتونیم بقیه غیر تحقیر کنیم به خاطری که ما فکر میکنیم خودمون از بقیه برتر هستیم بیشتر میفهمیم و بیشتر علم داریم ای فکر میکنیم که با این فرمایشها تاخیر شما ما کاملا در اشتباه هستیم یعنی حقیقتا همینطوریه بعضی چیزا در جامعه جزء معروف ها میشه معروف های عرفی مشه. در حالی که اگر ما حقیقتا این مشکافی کنیم سر از جاهای بسیار گرانبار و گرانسنگ در میاره دین اسلام به اونها اشاره کرده به اونها پرداخته و اینها را باز کرده اگر حقیقت اینها را انسان مشکوفانه بررسی کنه به یک نتایج بسیار مهم میرسه لذا اینه که اگر ما دین اسلام را حقیقتا عمل کنیم جامعه ما به سعادت میرسه خب همین مسئله سرزنش کردن شما اگر در ارتباط با خانواده یا جامعه سرکار کار داشته باشید که حقیقتا همه انسان ها آری از این قضیه نیست دیگه همه ما روز تا شب با افراد دیگه سر کار داریم اگر بشماریم از صبح تا شب صدها نمیگیم هزارها صدها سرکفت رو از دیگران میشنویم میبینیم می از خانه میبینیم از خانواده میبینیم خود ما سرکفت میزنیم دیگر را از اجتماع میبینیم و از کسانی که با اونها به نحوی در ارتباطیم میبینیم و همه اینها متاسفانه از اعمال ناجایز و ناشایست نه تنها ارزش انسانی نداره که ارزش دینی و اسلامی نداره و بلکه ممنوع شریع قرار گرفته حالا با انهای خودش که بالاخره مسادق سرزنش خیلی خیلی متفاوت میتونه باشه استاد چهار دقیقه دیگه وقت داریم من فقط یک جمله و انشالله باقی وقت اختیار شما باشه گاهی وقت ما به عنوان پدر و مادر اجازه میتیم به خودمان که فرزند ما اولاد ماست و اگر کار خطایی کرد یه سرزنش میکنیم برای سرکوف میزنیم برای خطایی که کرده ولی گاهی وقت متاسفانه ما نسبت به پدر و مادر خودمون این رفتار داریم احساس میکنیم چون ما جوانتر هستیم چون ما علمی ما بیشتر است علمی تحصیلات داریم بالاخره یک چیزی دی زندگی ما اونها را مورد سرزنش قرار میتیم و متاسفانه این بسیار منفی هست استاد بسیار بله بله خب بالاخره عواقب بسیار بدی داره سرزنش کردن نسبت به هر کس باشه بله. نسبت به پدر مادر باشه که خب او جای خودش رو داره حقی که بعد از حق خداوند متعال مورد احترام م. الهی قرار گرفته حق پدر مادر است اولاد همچی حقی را نداره نه تنها همچی حقی را نداره که اگر این کار را انجام داد از دستورات الهی تخطی کرده او لا تقل لهما اوف خب یک آه نکشید در برابر پدر و مادر خودتان دیگه سرزنش کردنش به جای خود مشخص کمتر از چهار دقیقه در خدمت شما بله بالاخره یکی از چیزهایی که میخواستم یک کمی باز کنیم قضیه را مسادق توهین کردن و سرزنش کردن خیلی مسادق مختلف داره که از اون حالت صفر شروع میشه تا میرسه به مراحل بالاتر و بالاتر مثلا اتاب کردن یکی از مصادیق سرزنش کردن اتاب کردن رو شما با توپ و تشر با دیگرها برخورد میکنی با خانم خانه با توپ و تشر برخورد میکنی یا خانم خانه با قهر و اتاب با شما برخورد میکنه همین که لحجه خودتان استفاده و عوض میکنید نسبت به کسی که با او در ارتباط هستید ای یک نو سرزنش کردن دیگه بعدش میرسه بعد توهین کردن کم 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 بالاخره ای حالت اتاب را میبرید بالا شخصیت ای زیر سوال میبرید وحنش میکنید بالاخره ضعفش را نشان میدید. اون نقطه های منفی و خالیگاه ها رو برجسته میکنید اینها همه جزء سرزنش کردن بعدش مرسه بعد توبیخ کردن خب بالاخره میگید که چقدر آدمی بدی تو از تو خیری ندیدیم این تعبیر خیلی زیاد است در بین خانواده میگیم از تو خیری باید. ندیدیم اگر مثلا ما فرض کن مرد نسبت به زن یا زن نسبت به مرد مگه با یک انسان دیگه ازدواج میکردم به خیر و سعادت دنیا میرسیدم چه خیری از تو مرد مثلا یا چه خیری از تو خانم یا اولادها نسبت به پدر و مادر مگه مثلا خیری نیدیم از شما پدر مادرها اینا انواع بالاخره سرزنش کردن بعد میرسه به ملامت کردن مرحله بالاترش اینه که خب بالاخره ما میزنیم تو سری دیگه یک رنگ میگیم که خدا انشالله ما را از شر شما نجات بده خانم شما چی آدم بدی آقا چی چی آدم بدی ای کاش من از سر شما نجات پیدا بکنم بعد موارد دیگرش مثل تنز کردن مثل تعنه زدن مثل نکویش کردن و بعد مراحل دیگرش مثل سخری ساختن دیگرها را مسخره میکنیم کسی را مسخره میکنیم در اجتماع وارد میشیم دیگرها را با انهای مختلف با اشاره چشم با اشاره گوش با اشاره لب با خندیدن با یک کسی دیگه و با دست با اعمال و رفتار ما دیگر را مورد سرزنش و نکوش قرار میکنیم اینا همه مصادیق سرزنش کردن که دین اسلام همه اینها را آماده منش کرده بسیار تشکر استاد خوش. که بتونیم در برنامه بعدی هم همچنان در خدمت شما باشیم شو. از شما خداحافظی میکنیم اینشالله که هر جا هستید به سلامت باشید سلامت باشید خدا نگه داره. همه بینندگان عزیز از همه شما بزرگواران هم خداحافظی میکنیم اینشالله که هر جا هستید و در هر حالی هستید اینشالله بهترین نعمت های خدا بهترین التاف خدا شامل حالتان باشه برنامه را ختم میکنیم با دعای همیشه ایمان اللهم إن هذا منك ومن رسولك ومن حجتك <applause>